شهروندان فرا، اعضای شورای ولایتی و فعالین مدنی از برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح حمایت می کنند، در حالی که روند گزینش افراد در لوی جرگه مشورتی کشور جریان دارد. فعالین مدنی خواهان گزینش افراد شایسته از تمام اقوام برای اشتراک در لوی جرگه هستند. از سوی هم باشندگان فرا امیدوارند که لوی جرگه آینده بتواند راه را برای صلح در کشور باز کند. این گزارش را همکارم خوشحال زلاند از ولایت فرا فرستاده است. از دو روز به این سو انتخابات جهت گزینش افراد از فرا در لوی جرگه مشورتی از سوی شورای ولایتی تحت نظارت و همکاری مقام ولایت فرا آغاز شده است. دادالله خانه عضو شورای ولایتی میگوید 30 تن از زنان و مردان نخبه به نمایندگی از فرا در لوی جرگه اشتراک خواهد کرد. د افغانانو هر اس نورین هر اس څنګه د جرګو ده له طریقه څخه حل سوی ده. زموږ د سپینژرو زموږ د مشرانو د نیکو مشورو د لارې څخه حل سوی ده. موږ امیدواره و دي ته یو چې حکومت او د مخالفینو لوري و دغه ته فضا جوړه کړي. از سوی هم فعالین مدنی این ولایت از شورای ولایتی خواستار دقت در گزینش این افراد هستند. تمام مداده چې په دغه جرګه کې هغه ډول چې اړتیا ده مخاور د ولس رښتینی او اصلي استازي پوه استازي او تر ټولو مهمه خبر ده چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن او متحد خلک وګمارل. در همین حال باشنده های فراه از برگزاری لوی جرگه مشورتی در پیوند به صلح در کشور استقبال کرده و میگویند امیدوارند که این لوی جرگه بتواند راه صلح را باز کرده و به جنگ نقطه پایان دهد. چیزی ده حل لار نده. در مرتاسی طول تمال میر جنگ چیزی افغان ولس جر زوره ولی دی افغان ولس هر کل زوره دی دی جنگ چیزی نور مرش دپای چکی وارو چه ورتکسی شو لسی. لوی جرگه مشورتی صلح در پیوند به صلح در افغانستان در حالی برگزار می گردد که تا کنون درگیری های شدید میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی در کشور جریان دارد.